با ما همراه باشید با ایران آزادی. دلار وارد کانال 70,000 تومانی شد. رکورد زنی دلار. روز چهارشنبه 16 آبان 1403 نرخ دلار در بازار آزاد ایران از مرز 70,000 تومان عبور کرده. همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. قیمت طلا و سکه نیز در این روز افزایش داشت و بورس تهران با کاهش همراه بود. افزایش تنش‌های سیاسی و تهدیدات مقام‌های رسمی حکومت ایران برای حمله احتمالی به اسرائیل موجب بی‌ثباتی بازارهای داخلی شده است و افزون بر این ناکامی مذاکرات صلح خاورمیانه و خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارزش ریال را تضعیف کرده است. در واکنش به این مخاطرات، معامله‌گران بازار غیررسمی ارز تهران نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد دادند. به گونه‌ای که نرخ دلار به بیش از 70,000 تومان و یورو به 75,490 تومان رسیده است. نرخ‌های فردایی نیز که نشان دهنده دیدگاه معامله‌گران نسبت به آینده بازار است، در حال افزایش است. با اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش یافته، سکه امامی در بازار تهران با قیمت 520 میلیون و 270 هزار تومان معامله می شود. بازار سرمایه حکومت ایران نیز به دلیل خروج معامله‌گران از داد و ستدها همچنان کم تحرک باقی مانده است. شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه 16 آبان با ریزش 15,000 واحدی به 2,018,000 واحد رسیده است. در روزهای اخیر مقام‌های حکومت ایران از جمله خامنه‌ای به پاسخی قطعی به حمله نظامی اسرائیل اشاره کردند. اسماعیل کوسری نماینده مجلس و از سرداران سابق سپاه نیز از موافقت اکثریت شورای عالی امنیت ملی با واکنش نظامی خبر داده و تأکید کرده که حمله حکومت ایران به اسرائیل شدیدتر از حملات موشکی گذشته خواهد بود. دیگر عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت دلار. این اظهارات احتمال ادامه حملات را افزایش داده و بسیاری از سرمایه‌گذاران برای حفاظت از دارایی‌های خود به بازارهای امن‌تر مانند طلا و دلار روی آوردند. بررسی لایحه بودجه سال آینده نیز تأثیر چشمگیری بر نوسان بازارها داشته است. طبق گزارش‌ها نرخ دلار رسمی در بودجه آینده 55,000 تومان تعیین شده است و نزدیکی قیمت دلار به نرخ آزاد نشان دهنده توجه بیشتر دولت به قیمت‌های واقعی در مبادلات ارزی رسمی است. اخبار مرتبط با افزایش نرخ بنزین در سال آینده نیز انتظارات تورمی را بین مصرف کنندگان افزایش داده است. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تصریح گفته است که احتمال افزایش نرخ بنزین در سال آینده زیاد است. مهرداد لاهوتی توضیح داده که دولت در بودجه سال جاری
90,000 میلیارد تومان برای واردات بنزین اختصاص داده، اما این رقم برای سال آینده به 65,000 میلیارد تومان کاهش یافته که می تواند نشان دهنده تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین باشد. همچنین دولت قصد دارد با کاهش یارانه ارزی تعداد کمتری از کالاها را در سبد ارز ترجیحی قرار دهد. بررسی‌های میدانی رسانه‌ها در حکومت ایران نشان داده است که افزایش نرخ دلار اثر مستقیمی بر قیمت کالاهای مصرفی داشته است. برای مثال قیمت هر کیلو گوجه فرنگی به 50,000 تومان رسیده است. مرکز آمار حکومت ایران نرخ تورم مهر ماه 1403 را 31.6% و تورم 12 ماه گذشته را 33.6% اعلام کرده است. در همین حال محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تورم سالانه مهر ماه را 38% گزارش کرده است. با افزایش قیمت دلار که بر اکثریت کالاها اثر تورمی دارد، کسانی که بیشترین ضرر را در این بین می کنند مردم ایران هستند.